سلام به همراهان نازنین کانال لیل و ماجویا، انشاءالله هر جا هستید حال دلتون عالی باشه. امروز با خلاصه کتاب تمرکز روی هدف اثری از برایان تریسی در خدمتتون هستم. از تمام توانتان استفاده کنید. با پیروی از روش تمرکز روی کارهای کم ولی ارزشمند و نپرداختن به امور کم ارزش، می توانید کیفیت زندگیتان را طی چند ماه به نحو چشمگیری افزایش دهید. بیشتر مردم به این ادعا با نظر تردید می نگرند. آنها نمی توانند باور کنند دو برابر کردن درآمد و به طور همزمان دو برابر کردن اوقات فراغت امکان پذیر باشد. اغلب مردم در دام این باور قدیمی گرفتارند که تنها راه افزایش درآمد افزایش ساعت کاری است. پیتر دراکر عصر حاضر را عصر دانش کار می نامد. در این عصر دیگر به شما نه برای مدت زمان انجام کار بلکه بابت کیفیت انجام کار در همان مدت دستمزد پرداخت می شود. این تحول در ماهیت کار فرصت‌های نامحدودی را برای افراد خلاقی که آن را غنیمت بشمارند و از آن استفاده کنند به وجود می‌آورد. خود را مسئول بدانید. قبول مسئولیت کامل زندگیتان به این معنی است که دیگران را به خاطر ناکامی‌های شخصیتان سرزنش نکنید و آنها را توجیه شکست‌های خود ندانید. از این لحظه به بعد به هیچ دلیلی دیگران را مورد انتقاد قرار ندهید. در مورد وضعیت خودتان یا مواردی که در گذشته روی داده است شکایت نکنید. تمامی ای کاش‌ها و چه می‌شد اگرها را حذف و در عوض به آنچه که خواسته واقعی شماست و مقصدتان است تمرکز کنید. از این به بعد به هر اتفاقی که بیفتد به خودتان بگویید من مسئولم. یعنی اگر اشتباهی رخ داد مسئولیت آن را قبول کنید و به دنبال راه حل بگردید. قبول مسئولیت اساس بها دادن و احترام به خود و احساس شایستگی است. قبول مسئولیت اساس شخصیت همه انسان‌های برجسته است. روی هر چیز تمرکز کنید در همان زمینه رشد می کنید. اساس زندگی توجه است. توجه شما به هر چیز جلب شود، قلبتان نیز به همان سو می رود. معطوف کردن توجه از فعالیت‌های کم ارزش به موارد ارزشمند برای انجام هر کاری در زندگی اساس است. روانشناسان متوجه شدند که فقط مشاهده یک رفتار توسط دیگران باعث بهبود آن می شود. وقتی شما خود را در حین فعالیت تحت مشاهده قرار می دهید، آن کار را با هوشیاری بیشتر و بهتر انجام می دهید. اگر توجه خود را به هر جزئی از رفتارتان معطوف کنید، عملکرد شما در آن زمینه در مقایسه با وضعیت معمولی بسیار بهتر خواهد شد. قانون بازده مضاعف. قانون بازده مضاعف مربوط به استفاده از روش تمرکز است. این قانون چنین است: هرچه بیشتر بر ارزشمندترین فعالیت‌های خود تمرکز کنید، در انجام آنها متبهرتر می‌شوید و زمان کمتری برای انجام آنها نیاز دارید. عادت‌هایتان تعیین کننده سرنوشتتان هستند. تقریبا هر کاری که انجام می دهید، عادتهای شما در آن نقش تعیین کننده دارند. به جرأت می توان گفت که حداقل 95% از فعالیت اوقات بیداریتان مانند گفتار، کردار و عکس‌العمل‌ها تحت تأثیر عادتهای شما قرار دارند. خوشبختانه همه عادات قابل یادگیری هستند. عادت را می توان یک عکس‌العمل طبیعی به محرک‌ها تعریف کرد. یک عادت پس از ایجاد از بین نمی رود، فقط می توان آن را با عادت جدید و بهتری جایگزین کرد. ما شکل دهنده عادتهای خود هستیم و عادتهای ما نیز شکل دهنده ما. گوته می گوید هر چیز قبل از اینکه آسان شود مشکل است. ممکن است شما برای پرورش عادات فکری و رفتاری جدید به تلاش و انضباط بسیار زیادی نیاز داشته باشید، اما پس از دستیابی به آنها می توانید کارهای بسیار بیشتری را با کمترین تلاش
به انجام برسانید. از با ارزشترین سرمایه‌تان استفاده کنید. بزرگترین سرمایه شما توانایی فکر کردن است. قابلیت اتخاذ تصمیم و سپس عمل به آن تعیین کننده تمام چیزهایی است که برایتان پیش خواهد آمد. علاوه بر این شما میتونید بر انتخاب افکار و عکس‌العمل‌های خودتان کنترل کامل داشته باشید. گرانبهاترین سرمایه شما ذهنتان است. توانایی تفکر، برنامه ریزی، تصمیم گیری و عمل قدرتمندترین نیرو بر زندگی شماست. همکنون درون شما منابع دست نخورده عظیمی وجود دارد و به قدری نیرومند است که در تمام طول زندگیتان قادر نیستید حتی جز کوچکی از این توان را به کار گیرید. قانون علت و معلول. این قانونی است که ارسطو نامگذار آن بوده و در کتب مقدس به قانون کاشت و برداشت یاد شده و نیوتن نیز آن را قانون عمل و عکس‌العمل نامیده است. این قانون بزرگ زیربنای تمدن غرب و اساس بیش از 2000 سال پیشرفت در علوم پایه، پزشکی، تکنولوژی و تجارت است. قانون علت و معلول میگوید برای هر معلولی علت یا علتهایی وجود دارد و هر اتفاقی به دلیلی رخ میدهد. برتراند راسل فیلسوف معروف میگوید بهترین دلیل برای اینکه انجام کاری ممکن است این است که دیگران قبلا آن را انجام دادند. شرط موفقیت در این دنیای تحولات سریع داشتن دید باز و تمایل تجدید نظر در افکار بر اساس اطلاعات جدید است. مهمترین کاربرد قانون علت و معلول این است. افکار علت هستند و موقعیت‌ها معلول. جهت زندگیتان و هر چیزی که برایتان اتفاق می‌افتد توسط نحوه تفکر شما تعیین می‌شود به وسیله افکاری که در ذهن شماست، چه افکار مثبت و یا منفی، سازنده یا مخرب. مانند یک برنده فکر کنید. مردم موفق بیشتر اوقات در مورد آنچه که می‌خواهند و نحوه دستیابی به آن فکر می کنند. به دلیل همین تمرکز ذهنی آنها بسیار موفق تر از افراد عادی هستند، اما افراد ناموفق اغلب در مورد آنچه که نمی خواهند فکر و صحبت می کنند. آنها غالبا در مورد اینکه چه کسی مسبب مشکلاتشان است فکر و صحبت می کنند که این کار موجب عادت کردن به این نوع تفکر در آنها می شود و وضع از گذشته هم بدتر می شود. میزان خوشبینی شما بهترین معیار تعیین کننده میزان خوشبختی، تندرستی، ثروت و طول عمرتان است. عمق خوشبینی شما برابر است با میزان ورزیدگی ذهنتان. به آینده فکر کنید. در قرون متمادی محققین دریافتند که در کلیه تحقیقات یک صفت مشترک بین رهبران وجود دارد که آن آینده نگری است. افراد زمان حال و گذشته نگر معمولاً در مورد آینده خود ابهام دارند. یک تمرین مؤثر که می توانید برای تقویت تفکر و تسریع در کسب نتایج انجام دهید تمرین ایدئال سازی است. شما 3 تا 5 سال آینده و یا بیشتر را در نظر می گیرید و سپس یک تصویر ایدئال از زندگی و یا کارتان خلق می کنید. به هدفهایتان فکر کنید. دومین خصوصیت انسانهای بسیار موفق هدفگرایی آنهاست. افراد موفق بیشتر اوقات در مورد هدفهایشان و اینکه چگونه به آن برسند فکر می کنند. برعکس افراد ناموفق بیشتر اوقات به مشکلاتشان فکر می کنند و وقتشان را صرف انتقاد، شکایت و بهانه آوردن می کنند. آینده نگری در واقع داشتن دید بلند مدت ایدئال است، در حالی که هدفگرایی دارای دقت بیشتری است. دیوید تاور می گوید آیا قلعه هایی در هوا ساخته اید؟ بسیار خوب، این همان جایی است که باید باشید. اکنون موقع قرار دادن پی در زیر آنهاست. افراد بدون هدف محکوم هستند که تا ابد برای افراد هدفدار کار کنند.
کلید تعیین کردن هدف مکتوب کردن افکار است. خودتان را متعهد کنید که همیشه برتر باشید. برای دستیابی به عملکرد برتر خود را متعهد کنید و از همین امروز تصمیم بگیرید که در حوزه کاریتان جزء 10% برتر باشید و در این راه از هیچ تلاش، فداکاری و صرف وقت دریغ نکنید. اشخاصی که به علت تجربه محدود و خودناباوری هرگز به فکرشان خطور نکرده که میتونن در کاری عالی باشند، اگر گاهی عملکرد خوبی هم داشته باشند، آن را به شانس و اتفاق نسبت میدهند. این را باور داشته باشید که هر کسی که امروز عملکرد خوبی دارد، زمانی عملکرد ضعیفی داشته است. خوشبختانه راه موفقیت در زندگی هرگز تعطیل نمی شود و به مدت 24 ساعت باز است. شما می توانید با تصمیمات بهترتان دوست یا دشمن خودتان باشید. همین امروز آن را انجام دهید. یک حس فوریت در کارتان ایجاد کنید. دیوار بزرگی که افراد موفق را از ناموفق جدا می کند عملگرایی است. صحبت بی ارزش و عمل همه چیز است. برنامه ریزی راهبردی فردی را تمرین کنید. برنامه ریزی راهبردی فردی وسیله ایست برای حرکت از هر کجا که هستید و هر جایی که قصد دارید به آنجا برسید. تفاوت بین استفاده از برنامه ریزی راهبردی فردی به عنوان یک اقدام اساسی و اینکه بگذارید زندگیتان بدون برنامه ریزی و خود به خود به جلو برود، مانند تفاوت حرکت با اتومبیل یا با دوچرخه است. هر دو وسیله شما را از یک نقطه به نقطه دیگر می رسانند، اما اتومبیل یا برنامه ریزی راهبردی فردی شما را بسیار سریعتر و راحتتر به مقصد می رساند. مزایای داشتن استراتژی خوب. برنامه ریزی راهبردی در زمان و هزینه صرفه‌جویی می کند. دلیل مفید بودن برنامه ریزی راهبردی این است که در زمان و هزینه بسیار صرفه‌جویی می کند. با فکر کردن در مورد سوالات و مفاهیم کلیدی خیلی زود خود را در موقعیتی می یابید که وظایف مهم بیشتری را در جهت هدف اصلیتان به انجام می رسانید و همزمان نیز کمتر فعالیت هایی که چنان مفید نیستند انجام می دهید. هدف از برنامه ریزی فردی افزایش بازده انرژی انسان است. ارزش های مرتبط با کار و آینده شغلیتان را مشخص کنید. شما باید ارزش های مهم و ترتیب آنها را برای خود مشخص کنید و آینده حرفه‌ای خود را بر مبنای این ارزش ها پای ریزی کنید. انسان هنگامی بیشترین احساس رضایت را دارد که زندگیش مطابق والاترین ارزش ها و عمیق‌ترین اعتقاداتش باشد. جهت زندگی شما از درون به بیرون است. هسته اصلی وجودتان متشکل از باورهایی است در مورد صفات خوب و بد انسان ها. ارزش های شما تعیین کننده احساسات، انگیزه ها و عکس العمل هایتان نسبت به دنیای اطراف است. این ارزش ها نوع افرادی را که دوست دارید جذب آنها می شوید و از کار و زندگی با آنها لذت می برید را تعیین می کند. عادت های عالی بودن در کار و زندگی را در خود ایجاد کنید. پرورش عادت‌های جدید یک مسئولیت دائمی برای هر فردی است و به قدری اهمیت دارد که نباید به حال خود رها شود، بلکه باید مدام بر روی آن کار شود. برخی عادت‌های انسان‌های بسیار موفق عبارت است از وقت‌شناسی، انضباط، مدیریت زمان عالی، تکمیل وظایف و اندیشمندی. اینها عادت‌هایی هستند که شما می‌تونید از راه تکرار آنها را به دست آورید. عاداتی که به شما کمک می‌کنند تا سریع‌تر پیشرفت کنید. زندگی شخصی و خانوادگی‌تان را بهبود ببخشید. خوشبختی در زندگی عمدتاً به دلیل داشتن روابط خوب با اعضای خانواده، دوستان و همکاران حاصل می‌شود. تحقیقاتی که توسط دانیل گولمن و دیگران انجام شده نشان می‌دهد که مهارت در ایجاد روابط اجتماعی خوب تأثیر بیشتری بر موفقیت دارد تا مجموعه توانایی‌های ذهنی، تحصیلی و تجربه.
ارزش‌های خانوادگی و فردی را معین کنید. ارزش‌های شما در ارتباط با خانواده و سایر افراد مهم زندگیتان چه هستند؟ اصول مشترک این ارزش‌ها چیست و در روابط خود با دیگران شما مظهر چه ارزشی هستید؟ در روابط اجتماعی چه نوع رفتاری را مناسب می‌دانید و از نظر شما چه عواملی در شخصیت و رفتار خود و دیگران بیشترین اهمیت را دارد؟ هنگامی که رفتارتان با دیگران انعکاس والاترین ارزش‌هایتان باشد، احساس خوشحالی و اعتماد به نفس بیشتری به شما دست می‌دهد. برای خود بها و احترام بیشتری قائل می‌شوید، احساس آرامش و رضایت بیشتری می‌کنید و در زندگیتان با سایرین هماهنگی بیشتری را تجربه می‌کنید. اگر همواره بر طبق ارزش‌هایتان عمل کنید، یک زندگی طبیعی همراه با آرامش را خواهید داشت. از ویژگی های یه رابطه شخصی خوب سعی صدر داشتن در مورد ایده ها و نظرات جدید توسط طرفین است. با این کار ایجاد هماهنگی و سازگاری هایی که برای داشتن یک رابطه خوب و سالم ضروری است برایتان بسیار آسان می شود. به خاطر داشته باشید در زندگی شما دو نوع وقت وجود دارد. یکی وقت کار که معیار سنجش آن نتیجه کار و بهره‌وری آن است، دیگری وقت شخصی که معیار سنجش آن محبت و رضایت است. برای زندگی خانوادگی و فردی خود تعهد به عمل ایجاد کنید. هنگامی که خود را مقید به ایجاد و حفظ یک زندگی شخصی متعالی کنید، کیفیت کلی بخشای زندگیتان بهبود می‌یابد و خوشحالتر، سالمتر، آسوده‌تر، فعالتر و ثمربخش‌تر در زندگی و فردی و شغلیتان می‌شوید. فرمول ثروت: کمتر از درآمدتان هزینه کنید و باقی مانده را پس‌انداز و سرمایه گذاری کنید. این فرمول می‌تونه شما رو ثروتمند کنه. مهارت‌های مالی قابل یادگیری هستند. یک مهارت مورد نیاز شما داشتن دانش عمیق در مورد پول و امور مالی است. باید بهترین کتاب‌ها و مجله‌ها را در این مورد مطالعه کنید و در سمینارهای مفید که در مورد برنامه‌ریزی مالی برگزار می‌شود شرکت کنید. با افرادی که در امور مالی موفق بودند مشورت کنید و در مورد جمع‌آوری و حفظ پول هر چه می‌توانید بیاموزید. هیچ چیز را به شانس واگذار نکنید. مشخص کنید تا چه حد برای سلامتی خود ارزش قائلید. افرادی که ورزیده و سالم هستند اغلب اوقات به آن فکر می کنند. آنها تمامی زندگیشان را حول رفتارها و فعالیتهایی سازماندهی می کنند که برای آنها یک زندگی طولانی و شاد به وجود می آورند. ارزش‌های خود را در مورد سلامتی شفاف کنید. بعضی از ارزش‌های مرتبط با تندرستی و ورزیدگی عبارتند از خوشحالی، انرژی داشتن، زیبایی، انضباط، کنترل بر خود، پشتکار و ورزیدگی. کدام یک از ارزش‌ها برایتان دارای درجه اهمیت بیشتر است؟ ارزش‌های انسان دوستانه خود را مشخص کنید. وقت و پول خود را صرف فعالیت‌های معنوی هدفمند کنید. و یا سعی کنید از راه سیاسی و اقتصادی تأثیر گذار باشید. وجه مشترک عشق به خدمت است. افرادی بیشترین تأثیر را بر جامعهشان می‌گذارند که عاشق خدمت به مردم باشند. به شکوفایی معنوی و آرامش درونی برسیم. همه ما تمایل به اتصال به موجودی بالاتر و بزرگتر از خودمان داریم. این تمایل درونی به صورت طبیعی و خود به خود ایجاد می شود و اغلب بدون هدایت با آموزش خاصی به وجود می آید. والاترین فضیلت انسان. والاترین فضیلت برای انسان آرامش درون است. میزان موفقیت خود را بر اساس میزان شادی و آرامش درونی و اینکه در مورد خود و دنیایتان چه احساسی دارید بسنجید. آرامش موقعی حاصل می شود که به ندای باطنی گوش دهید و چیزهایی را بگویید و انجام دهید که آنها را کاملا
درست بدانید. یک اصل ساده برای آرامش درون باور این است که یک قدرت یا موجود مافوق وجود دارد که ما را بسیار دوست دارد، میشناسد، درک میکند و بهترین چیزها را برای ما میخواهد. مهم نیست او را چه بنامیم. در سایه پذیرش این قدرت مافوق در جهان و با گوش دادن به ندای درونمان میتوانیم به او پناه ببریم. او خیر ما را میخواهد و ما را در جهت گفتار و کردار درست هدایت می کند و به ما آرامش می دهد. اصل جهانی، چنان زندگی کن که گویی هر عمل تو به یک قانون جهانی تبدیل می شود. این اصلی مشترک در آیین‌های مذهبی جهان است که توسط امانوئل کانت به بهترین وجه بیان شده و او آن را اصل جهانی نامیده است. طریق شکوفایی معنوی، در هر شرایطی به دنبال خوبی ها باشید. از هر مشکل یا شکستی چیزهایی را که برایتان سودمند است را به دست آورید. ایمان کامل داشته باشید و بدانید برای هر اتفاقی که برایتان رخ بدهد دلیل محکمی وجود دارد. درس گرفتن از آنچه که اکنون برای ما اتفاق می افتد به ما کمک می کند تا در آینده موفق‌تر و راضی‌تر باشیم. نورمن وینسنت پیل می گوید وقتی خداوند می خواهد هدیه‌ای به ما بدهد، آن را در یک مشکل می پیچد. هرچه بزرگتر باشد، مشکل بزرگتر است. در هر مشکلی به دنبال درسی پر ارزش باشید. با ایمان کامل به اینکه نیروی مراقب شماست و هر قدم شما را هدایت می کند. هنگامی که با این طرز تفکر به مسائل نگاه کنید، از اتفاقات خوبی که برایتان می افتد شگفت زده خواهید شد. سپاسگزارم از همراهی ارزنده شما.